سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو و نوبت دیگر رو در دو نوبت خدمتون عرضه میکنیم در ارتباط با بزرگداشت از دو شخصیتی که در تاریخ معاصر ایران بسیار موثر بودند، دکتر علی شریعتی و دکتر مصطفی چمران. و اینطور هست که این دو شخصیت 29 و 31 خرداد مصادف با سالگرد درگذشتشون هست که فکر کردیم در حول و حوش این تاریخ بتونیم این دو برنامه رو خدمتون عرضه کنیم. شاید بد نباشه از در مورد این دو شخص با عنوان شهید و شاهد یادآوری کنیم که در ارتباط با مفهوم شهید و شاهد، بینندگان عزیز اگر خاطرتون باشه برنامه ای رو در این مورد به اتفاق آقای بازرگان خدمتون عرضه کردیم که اگه به سایت ایشون مراجعه کنید حتما توضیحات لازم رو دریافت خواهید کرد. خب فکر کردیم آقای بازرگان بهترین شخصی هستند که میتونن به خاطر ارتباطاتی که و مکاتباتی که با این دو شخصیت داشتن بتونن به ما کمک بکنن که در مورد این دو شخص که واقعا اثراتی در تاریخ ایران داشتن به خصوص در بعد از انقلاب بتونیم از نظرات ایشون کمک بگیریم. خیلی متشکر آقای بازرگان و امیدواریم که بحثی جالبی رو داشته باشیم. به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و با بزرگداشت یاد و نام این دو شاهد و شهید بزرگوار ملت ما. ممکنه این سوال پیش بیاد از جانب بینندگان عزیز که چه ضرورتی زنده کردن یاد و نام کسانی که 30-40 ساله، حالا سال 56 بگیریم 30 و به هر حال 3-4 سال از درگذشت دکتر شریعتی و حالا یک کمی کمتر از دکتر چمران گذشته. آیا این مثلا شخصیت پرستی نیست، بت سازی نیست، مطلق کردن انسان ها نیست؟ و بعد روزگار اونها، تجربیات اونها چه دردی از دردهای امروز جامعه ما رو زندگی میکنه، چه خاصیتی چه فایده‌ای داره که یاد گذشتگان رو زنده بکنیم؟ من فکر میکنم این خب فرهنگ ماست که معمولا کسی که رفته رفته دیگه، ولی شاید از اولین چیزهایی که وقتی کسی از ایران پا به بیرون میگذاره به کشورهای غربی وارد میشه جلب توجهش رو میکنه، بعد از ظواهر تمدن و ساختمان و زیبایی های ظاهری، اهمیتی است که انسان داره، یعنی نقش انسان و نام انسان، یعنی شخصیت فرد. ما تو کشورهای به هر حال استبداد زده فقط رهبرای کشورن، شاه و حالا یا در واقع ولی فقیه و قدرتمندانن که مطرحن، همه جا یاد و نام اوناست، اونا افتتاح میکنن، خیابونا به نام اوناست، ساختمانا به نام اوناست، همه به یاد در واقع اون بزرگانن. انقلابی هم میشه که عوض میشه، خیابونا وقتی اسمش عوض میشه به قدرتمند بعدی، جانشین بعدی اسمو به نام اون میشه، عکس ها عوض میشه، جا به جا میشه، یعنی همون فرهنگه. ولی در خارج اون چه که آدم میبینه، تو هر دانشگاهی میره میبینه تمام عکس رؤسای این دانشگاه در طول مثلا 100 سال، 200 سال، 300 سالی که این دانشگاه بوده، استادایی که بودن، کسانی که یه اختراعی کردن، یه کشفی کردن، حالا نه تنها تو محیطای دنیا، حتی تو دانشگاه لیست یا اسامی و عکس کسانی که افتخار آفرینای هنری بودن یا ورزشی بودن، همه اینا آدم میبینه. یعنی وارد وقتی دانشگاه میشه این 100 سال 200 سال سابقه این دانشگاه در هنر، در ورزش، در علم، همه اینا رو یه مرتبه جلو چشمش میبینه. در شهر میبینیم که خب
فرودگاه حالا تو شهر ما مثلا به نام جان وین مثلا، کجا تو ایران یه فرودگاه به نام یه هنرمند سینما میذارن؟ ولی میگم بالاخره اینا تو جامعه مطرح بودن دیگه، نقاش، هنرمند، نویسنده، سیاستمدار، اقتصاددان، فقط یه دیکتاتور و مستبد نیست، همه مطرحن. آدم ببینه شناسنامه یه جامعه رو، یه شهر رو به راحتی جلو چشم خودش میبینه. ما واقعا از نظر فرهنگی خیلی کم داریم تو این جهت، یعنی آدم ها مثل این که ارزشی ندارن تو جامعه ما. حتی تغییری هم انقلابی میشه اسامی هم عوض میشه، تا دیروز بنیاد پهلوی بود، حالا میکنم بنیاد علوی، حالا بالاخره این که خب حضرت علی اینجا رو نساختن، یا فرض کنید مسجد سپهسالار رو میکنم مسجد مطهری، خب اینجا رو سپهسالار ساخته، یا دانشگاه ملی بالاخره یه مؤسسه دانشگاه شهید بهشتی، آخر این که هیچ وقت آقای مرحوم دکتر بهشتی هم تو دانشگاه شاید پا نگذاشته. دلیل نداره این اسامی عوض بشه، اگه بعد بذار به نام خود اونا بشه، اگه خوب خدمتی بوده چرا بخوایم اسمش رو عوض بکنیم؟ بنابراین یاد و نام این بزرگانی که بالاخره تجربه ای داشتند خیلی مهمه برای نسل جدید، یه هویت، یه شخصیتی پیدا کنن. به نظر بنده اینا از چند جهت این دوتا خیلی جالبه. اولا هر دو هم نسل بودن، هم عصر بودن، حالا با یه چند سال اختلاف. مثلا چمران 1311 متولد شده، دکتر شریعت 1312 مثلا. هر دوشون در این سنین وسط از دنیا رفتن. چمران 47 سالگی شهید شده، دکتر شریعتی 44 سال. اصلا نسل امروز هم تعجب میکنه این مرد تو 44 سالگی چطور حدود 150 تا کتاب نوشته. این همه منشأ اثر، حالا خیلی هم قبول ندارن ولی بالاخره قبول هم آدم داشته باشه، این خودش مهمه. یک کسی تا 44 سالگی اینقدر راندمان داشته تو زندگیش. هر دو شاگرد اول بودن، یعنی هر دو نه اینکه خانواده های ثروتمندی داشتن، نه، هر دو با بورس شاگرد اولی رفتن به خارج. دکتر شریعتی در ادبیات شاگرد اول شده، شاگرد اولش ادبیات دانشگاه مشهد، دکتر چمران هم که دانشکده فنی شاگرد اول شده. هر دو بعد جهانی پیدا کردن، یعنی دیدشون باز شده. شریعتی خب تو پاریس رفته، اونجا با الجزایری ها ارتباط پیدا کرده، با شخصیت های فرانسه. دکتر چمران تو امریکا اومده، یعنی یک چیزای بسیار مشترکی داره. هر دو مرد عمل بودن، اندیشه بودن، احساس بودن، هر دو اهل قلم بودن، هر دو جانشون رو در راه هدفشون دادن، یعنی هر دو به خاطر اندیشهشون از دنیا رفتن. آدمای ساده، نه، از خودشون آمدن بیرون، توجه به مسائل جمعی اجتماعی داشتن. برای این دو تا شخصیت عام بودن، شخصیت اجتماعی بودن. حالا یه هنرمندی خب خودش تو خونه نشسته یک تابلوهایی کشیده، خیلی خوبه، ولی این نوع شخصیت ها ممتازن. حالا خیلی ممکنه مخالف چمران شریعتی بوده باشن، ولی بالاخره این ارزش متعالیه برای یک انسانی که به خاطر ملتش، مردمش تلاش هایی بکنه و جانش هم در این راه بذاره دیگه، صرف نظر از اختلاف ها. بنابراین این دوتا شخصیت از این جهت بسیار به نظر بنده ضرورت داره شناختش برای نسل جوان، که ببینن که آدم میتونه تا کجاها برسه. هر دو تقریبا یه نوع حالت روستایی بوده، شریعتی مالی روستای کاهک مثلا سبزوار بوده، چمران هم خانواده، حالا بعضیا میگن سرپلک مثلا جنوب شهر تهران دیگه، بعضیا عراق مثلا گفتن، بعضیا قم، ولی بالاخره از خانواده های پایین که آدم بتونه اینقدر اوج بگیره بالا بره دیگه. نه، مقایسه جالبی کردید بین این دو شخصیت. برای مردم ما به خصوص نسل جوان، تعدادی شاید قسمت قابل توجهی از نسل جوان ما که قرائتی رو که از دین و مراتب عملیش دارن، عملا از آنچه هست که کسب کردن از حاکمان فعلی در این 30 سال گذشته، و این بیشتر توجه به ظاهرسازی و دین رو به عنوان اصل شناختنش مطرح نبوده که چه کارهای عملی بایستی برای اجراش کرد. با توجه به این شاید بد نباشه ما بدون اینکه بخوایم
دکتر شریعتی و یا چمران رو بگیم یکی از یکی بهتره، بذاریم به ترتیب الفبا بریم دکتر چمران رو شروع بکنیم. این جلسه رو اختصاص بدیم به دکتر چمران و سابقه شو از بعد تولدش و کارهایی رو که کرده انجام داده، و در نوبت دیگه به توجه میکنیم به دکتر علی شریعتی. بله بله، بسیار خوب. پس حالا یه مقدمه شما بله. بفرمایید. از بله دکتر چمران، همینطور که عرض کردم 1311 متولد شده، بازار آهنگران میگن سرپولک، نمیدونم جنوبای تهران دیگه. شهادتش هم 31 خرداد 1360 بود، ظاهرا در دهلاویه نزدیک اهواز، اونجا با خمپاره نیروهای عراقی به شهادت رسید. مردم ما یعنی نسل جدیدی که خب بعد از انقلاب حالا یا متولد شدن یا به هر حال وارد افکار و اندیشه ها و اطلاعات شدن، دکتر چمران به عنوان یه شخصیت نظامی چریک در واقع، یعنی مردم ما که چمران نمیشناختن، با انقلاب ایشون وارد ایران شد، بعدم معاونت نخست وزیر در امور انقلاب داشت و بعدم جنگ که پیش آمد وزیر دفاع شد و بنیانگذار ستاد جنگ های نامنظم شد و مردم ما او رو به عنوان یک مجاهد در واقع، یه چریک، یه جنگاور میشناسن و معروفیتش هم عمدتاً از اون بوده، حالا چه تو داخل کشور بعد از انقلاب که از هم پاشیده بود یه مقداری وضعیت امنیت در شهرستان مختلف، و تو منطقه کردستان به خصوص پاوه و اینا یه مقداری به اصطلاح اون وضعیت موجود رو تونست حفظ بکنه، یا در جنگ و عراق. در حالی که دکتر چمران ابعاد خیلی گسترده تری از این داره. چمران در واقع اون بعد علمیش شاید بیش از بعد جهادیش مطرح است که کمتر اون رو عنوان میکنه. چمران همیشه شاید اول بوده در تمام دوران دبستان و دبیرستان، دبیرستانهای بالایی هم بوده، یعنی اول دارالفنون بوده بعد البرز، البرز هم در اون موقع بهترین مدرسه ایران بود دیگه، یعنی شاید اول دبیرستان البرز، این نامش هم خیلی معروف بود، دکتر مجتهدی هم همیشه در واقع ذکر اون دورانو داشت، و بعدم وارد دانشکده فنی میشه، در دانشکده فنی هم شاید اول شده، شاگرد اول در واقع ادوار مختلف دانشکده فنی هم هست، یعنی حتی نمره درس ترمودینامیکش نمره 22 براش تو کارنامه گذاشتن، چون به هر حال هر کسی نمره معمولی بوده و بعد به خاطر خط و تمیز بودن ورقم یک نمره اضافی در واقع دو نمره میدادن، یعنی معروف شده که چمران تنها کسی است که مثلا نمره 22 رسمی تو کارنامه براش گذاشتن. من بعضی از شاگرد اولای اون دوران رو دیدم، باشون صحبت کردم، یک کسی مثلا شاگرد اول رشته برق بوده، چمران رشته الکترومکانیک بود، میگفت که خب منم شاید اول شدم ولی اون یه سر و گردن از همه ما بالاتر بود. خب با بورس دولتی میاد به امریکا، اینجا هم خب دکتراش رو در فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی میگیره، خب عالی ترین دانشگاه کالیفرنیا، بالاترین درجه رو گرفته و در رقابت‌های تنگاتنگی که با دانشمندای اینجا داشته درجه ممتاز میگیره، الان هم هنوز این تو این دانشگاه برکلی توی لابراتوارش کارهایی که او کرده، اختراعاتی که کرده تو همون دوران هنوز نگه داشتن، یکی از دانشجوها که اونجا بود میگفت من دیدم هنوز بعد از نمیدونم چند سال میشه، شاید از اون دورانی که بوده 50 سال مثلا گذشته باشه، هنوز ارزش داشته که اینا رو حفظ کردم. بعدم وارد بل الکترونیک میشه، یعنی یه شرکت تراز اول، بزرگترین شرکت های الکترونیک امریکا، یعنی بنابراین از اون زاویه وقتی نگاه بکنیم یه شخصیت بسیار ممتاز علمی بوده، یعنی نابغه بوده در رشته خودش، تو ایران هم قبل از اینکه به خارج از کشور بیاد تدریس کرده تو دانشکده فنی. خب این یه بعد وجودیه که انسانه، که همینطوری
به خاطر زور بازو نرفته تو جبهه و مثلا بجنگه. همه به اصطلاح این مدارج علمی افتخارآمیز زمان خودش رو طی کرده، بهترین دانشگاه جهان با عالی ترین درجه پی اچ دی شو گرفته توی پیشرفته ترین رشته ها، فیزیک پلاسما و یه رشته دیگه هم ظاهرا به جز این بوده که من یادم نمیاد. از نظر مذهبی خب ایشون از همون دوره دبستان انجمن اسلامی دانش آموزان وارد اونجا شده، بعدم وارد دانشگاه که شده انجمن اسلامی دانشجویان رو جز مؤسسین اونجا بوده، بعدم تو همون سنین جوانی با طالاقانی، مرحوم طالاقانی آشنا شده، همون سال اول دانشگاه تو مسجد هدایت که تو خیابون استانبول قلب تهران بوده. یعنی اندیشه دینیش هم نه یه اندیشه خرافی در واقع سنتی تقلیدی، بلکه با یه شخصیت برجسته دینی با اندیشه های خیلی روشن و باز آقای طالاقانی آشنا شده و بعدم خب مطالعاتی هم که داشته تو خارجم که آمده انجمن اسلامی دانشجویان و یعنی سیر اعتقادات دینیش هم میبینیم این زمین تا آسمون با اون اعتقادات سنتی شکل گرفته از دیدگاه های فقاهتی بسته حوزوی فاصله داره. یعنی متناسب با همون نبوغی که تو جنبه های علمی داشته، نگاهش هم به دین و اخلاق و معنویت به کلی متفاوته. از نظر سیاسی هم باز کمتر مردم ما نسل جوان اینو خبر دارن که دکتر شریعتی از همون دکتر شریعتی میگم چون قرار شده هر دو سال دکتر چمران از همون موقع وارد دوران به اصطلاح دبیرستان و دانشگاه وارد مبارزات ملی زمان دکتر مصدق میشه، جزو فعالین به اصطلاح اون جبهه ملی شاخه دانشجویان بوده، تو خارج هم که میاد همینطور. بنابراین از نظر سیاسی هم میبینیم اینطور نیست که فقط تو جبهه رفته باشه، ابعاد شخصیتیش از همون دوران به صلاح نوجوانی جذب مبارزات نهضت ملی دکتر مصدق و مبارزه با انگلیس و ملی کردن نفت همون از همون 20 سالگی و بعدم پله پله تا آخرش این مدارج رو طی کرده. تو خارج هم که آمده جبهه ملی دوم رو در تأسیسش نقش بنیادی داشته، اساسی داشته. جبهه ملی اول زمان مصدق بود، بعد که زندان میفته جبهه ملی دوم را میندازن در خارج از کشور، یکی از پایه‌گذاراش دکتر چمران بوده و بعدم در کنفدراسیون دانشجویان از فعالترین اعضای کنفدراسیون دانشجویان زمان شاه بود دیگه. یعنی جزو 3-4 تا چهره برجسته‌ای که جزو دانشجویان مبارز خارج از کشور بودن، یه قطب‌زاده بود، نمیدونم دکتر یزدی بود، چمران بود، هم اینا بودن دیگه، تعدادی 3-4 تا چپ معروف تر بودن، اینا هم به اصطلاح گروه های بیشتر ملی بودن. بنابراین جامع وقتی نگاه بکنیم دکتر چمران خلاصه نمیشه در بعد جهادی خودش، یک آدم همه جانبه است در ابعاد مختلف، خلاقیتش، ابتکارش، استعداداش از نظر علمی، از نظر سیاسی و همچنین از بعد در واقع جنگاوریش. خیلی متشکرم. آقای بازرگان، چیزی که واقعا جالبه، یعنی ممکنه مورد سوال قرار بگیره، این هست که خب ایشون با این تخصص علمی که داشته و حتی من نگاه میکردم مدت کوتاهی هم تو جت پروپورشن لب JPL ناسا کار میکرده، حالا بله. چه مدتشو نمیدونم ولی اشاره بهش شده بود. خب با توجه به این شناختی که از ایشون هست در بعد علمی و سیاسی که بوده و میبینیم که در بعد از انقلاب ایشون میاد یه مقدار در مورد سازماندهی جنگ و اینکه چطور وارد جنگ‌های نامنظم بشه که لازمه اون زمان در زمان جنگ با عراق بود میشه و این سوال هست که خب چطور شد اصلا ایشون اصلا یه همچین چیزی رو انتخاب کرد؟ آره خیلی ها بودن تو کنفدراسیون بودن، انجمن اسلامی دانشجویان ایران و آمریکا بودن، تو اروپا بودن، برگشتن ایران، یه سری
به اصطلاح پست هایی رو گرفتن و هنوزم میبینین تعدادشون هستن و فعالیت میکنن، ولی هیچ کدوم مثل ایشون این رو فعالیت ها رو انجام نداد که بله. عملی بکنید، به مرحله عمل در بیاره اون چرا که در تفکرش بود. بله، همطور که عرض کردم مهم اینه که این چند جانبه بودنش رو ببینیم. هم عرض کردم که خب یه بودش اون جهادیه، یک بودش اون بود به اصطلاح اعتقادات دینی خودشه که از دوران دانشجویی از آقای طالاقانی شروع کرد تو مسجد هدایت انجمن اسلامی دانشجویان. خارجم که رفت گسترده تر، حتی در پایه‌گذاری MSA تو امریکا، من اینم یادم رفت بگم، MSA بزرگترین تشکیلات دانشجویی دنیاست، Muslim Students Association، اتحادیه انجمنهای اسلامی. این رو در واقع یه تعدادی با هم همکلاس بودن، همه ایرانی بودن، البته این یه سازمان جهانی اسلامیه. دکتر مرشد بود، حالا خدا رحمتش کنه دنیا رفته، دکتر بهادری نژاد و چمران، این ستا در واقع MSA رو تأسیس کردن در امریکا، در دانشگاه برکلی فکر میکنم برای اولین بار. هیچ مسلمانای مال هیچ کشوری همچی تشکیلاتی نداشتن. یواش یواش در عرض چند سال انقدر گسترش پیدا کرد، چندین هزار یا ده هزار نفر عضو این تشکیلات شدن که اینا مجبور شدن شاخه فارسی زبان رو به اتفاق آقای دکتر یزدی تأسیس بکنن. این ایرانی ها مؤسس بزرگترین سازمان دانشجویی جهانی شدن، سازمان دانشجویی اسلامی جهانی، که الان من فکر کنم که شاید 100,000 نفر عضو داشته باشه، امریکا و کانادا و جهانی شده اصلا. پایه‌گذارش همین 3 نفر بودن در واقع. بنابراین می‌بینیم که وقتی هم که وارد دین شده، وارد اعتقادات مذهبی، چقدر گسترده و عمیق فکر می‌کرده. در مورد سیاست هم عرض کردم که هم جبهه ملی دوم رو و هم نهضت آزادی که در داخل کشور تأسیس شد، دکتر چمران و به اتفاق قطب‌زاده با دکتر یزدی نهضت آزادی تو خارج از کشور تأسیس دادن. این هم در بعد مبارزات سیاسی، هم مبارزات ایدئولوژیک در ابعاد مختلف اینا کسب تجربه کردن. همشون هم اینا از نظر علمی تاپ بودن، تو عالی‌ترین دانشگاه‌های خارج از کشور، امریکا یا اروپا بودن دیگه. حالا با این تجربهش در واقع حالا این مطرحه که چگونه دکتر چمران، یه جوانی که حالا تو دانشگاهه، چطور اصلا وارد این دنیای مبارزه و سیاست شده. من دقیقا نمیدونم، ولی اونطوری که به حال سوابقش نشون میده از تو دبستانم عضویت تو این مجامع داشته، ولی فکر میکنم شاید نقطه شروعش تو همون دانشکده فنی بود. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 که خب مصدق عزل شد، جبهه ملی و همه اینا زندانی شدن، دو مرتبه بعد از کودتا خواستن که مسلط بشن، نیکسون رئیس جمهور امریکا رو دعوت کردن و نیکسون هم قرار شد تو دانشگاه تهران بیاد. دانشجوها خب اعتراض داشتن که این حکومت ملی ما رو امریکا و انگلیس و دربار این رو ساقط کردن و تظاهرات میخواستن را بندازن و برای اولین بار کماندوهای ارتش وارد دانشگاه شدن. یعنی تا اون موقع سابقه نداشت که ارتش به خودش اجازه بده وارد دانشگاه بشه. اولین به اصطلاح سرکوب دانشجویان بعد از کودتای 28 مرداد به اصطلاح دربار و به اصطلاح کمک های خارجی است که دانشجویان تظاهرات کردن و کماندوها با سرنیزه ریختن به جون دانشجویان و 3 نفر تو دانشکده فنی تیکه تیکه شدن. یعنی با همین سرنیزه ها تو تنشون و تو شکمشون و سینه شون و این 3 نفر دیگه نامشون مون تو دانشگاه دیگه، قنچی و شریعت رضوی و بزرگ نیا، این 3 قطره خون در واقع. دکتر چمران در اون موقع خودش هم دانشجو سال 3 دانشکده فنی بود، قلم خوبی هم داشت، این صحنه رو خودشم تو این زد و خورده بوده دیگه. بهترین گزارش، کاملترین و جامعترین گزارش این سرکوب رو دکتر چمران نوشته و نوشته‌ای به نام سه قطره خون هم هست که دکتر شریعتی هم این رو سه قطره خون در واقع شروع جنبش های دانشجویی تو ایران شد. 16 آذر سال 32 یا 33 بود دیگه.
این اصلا جهانی میشه، یعنی روز جهانی دانشجو همون 16 آذر که شروعش از ایرانه. چمران در متن این شرایط بوده و خودش هم گزارش داده، نشون میده از اون موقع چقدر این مسئله رو جدی گرفته. بعدم که خب دیگه سرکوب سال 1342 وقتی که پیش میاد، چمران و بسیاری دیگه از مبارزین به خارج میرن هم برای ادامه تحصیلات. خب اون موقع به این نتیجه رسیدن که با استبداد، با دیگه مبارزات پارلمانی نمیشه مقابله کرد. وقتی که اینطور سرکوب خونین شده، 15 خرداد هم اینطور سرکوب کردن، به این فکر میافتن که باید به هر حال یک مبارزه چریکی نظامی با این رژیم استبداد بکنیم. این خیلی قبل از اینه که مجاهدین و چریکای فدایی و اینا به وجود بیان. در همون سالها اینا میرن مصر، یعنی دکتر چمرانی که پی اچ دی از امریکا داره و در بهترین کمپانی امریکا استخدام شده، 2 سال میرن مصر تعلیم جنگای چریکی بگیرن. اون موقع عبدالناصر در مصر حکومت میکرد، تو دنیا هم خیلی جلوه پیدا کرده بود، مبارزاتی که با انگلیس و فرانسه داشت و روابط خب مخالفی هم با ایران داشتن، بنابراین یه پایگاه خوبی بود. دکتر یزدی و دکتر چمران با یه تعدادی دیگه اینا میرن تو مصر، 2 سال اونجا دوره به اصطلاح کار چریکی میبینن. و جالبه که دکتر چمران در اونجا هم اول میشه، شاید اول بین 200-300 تا که از کشورهای مختلف دنیا اون جنگای چریکی رو دوره میدیدن. پس یه کسی است که حالا با اون مقام علمیش تونسته کارهای چریکی رو هم آموزش بگیره. خب البته اونجا بعد اختلاف با عبدالناصر پیدا میکنن، چون اونا میخواستن از اینا استفاده بکنن در مبارزاتی که با مثلا حکومت ایران داشتن، ولی اینا میگفتن اینجا ناسیونالیسم عربی اینجا مطرح نیست، همه باید برای آرمانهای مشترک عدالت و اینها مبارزه کنیم. خب با این دستاورد به هر حال برمیگرده به امریکا. امام موسی صدر که خب همه میشناسین، ایشون 1 سال آمده بود ایران چون تو لبنان زندگی میکرد. تو ایران یه گروه از این مهندسین مسلمان یک هنرستان کارآموز رو تأسیس کرده بودن که در واقع کارهای نجاری، آهنگری، برق، همه چی آموزش میدادن به جوونا. میگفتن که ما باید خودمون ملت بسازه، منتظر دولت نباشیم. امام موسی صدر که آمده بود خیلی تحت تأثیر اون هنرستان کارآموز قرار میگیره که مردم این رو ساختن، دولتی هم نیست، تو همه رشته هم شاید اول میشن، برق و ساختمان و همه چی یه عده مهندسین مسلمان اونجا رو اداره میکردن مجانی. اون میگه کاش که ما میتونستیم تو لبنان، جنوب لبنان که همه فقیرن، بیچارن، یتیمای بسیار چیز هستن، اونجا چیزی رو تأسیس بکنیم. پیش مهندس بازرگانی که اونا مؤسس اونجا بودن میگه شما میتونید کسی رو معرفی بکنید که برای ما بیاد تأسیس بکنه مشابه این تشکیلات رو. ایشون هم یه نامه می‌نویسن امریکا به دکتر چمران، چون اون موقع چمران شاگرد دانشکده فنی بود، از اون موقع این روابط بود که آیا تو حاضری بیای تو لبنان اونجا یه چیزی رو تأسیس کنی؟ و دکتر چمران هم راه میفته میاد. این خیلی خیلی مسئله مهمیه. یک کسی که تمام عمر شاید اول بوده، عالی‌ترین مدارج علمی رو طی کرده، تو امریکا داره زندگی میکنه، همسر امریکایی داره، بچه‌هایی داره، بهترین زندگی رو داره، بلند کنه بیا جنوب لبنان، جایی که اصلا نه خونه است، نه آب، نه خونه سازمان، هیچی وجود نداره. چمران همه این دستاوردهای دنیایی و راحت و رفاه دنیایی رو ول میکنه، میاد جنوب لبنان. اونجا در منطقه سور، جبل عامل، یه هنرستان صنعتی اونجا میسازه و خودش نجاری، آهنگری، یه کسی که پی اچ دی داره، مثل یه چیز ساده بخواد بیاد به بچه‌های یتیم، 300-400 تا این بچه‌های فقیر و یتیم رو اونجا جمع کرده ده. یعنی هنرستان صنعتی در اونجا به وجود میاره. خب پس میبینیم که چه تجربه‌ای توی این کارها پیدا کرده، تجربه مردمی، خاکی بودن. تو اونجا نه خونه سازمانی بوده، نه ماشین، یعنی آدم مثل اینکه تو روستا زندگی بکنه. اینا همش به اصطلاح چیزای درس آموزیه که نسل جوان ببینن که یه نفر میتونه از کجا به کجا برسه. تو لبنان هم به این راحتی نبوده که اونجا بره. در 3 جبهه میجنگیده، در دوران جنگای داخلی لبنان بوده، هم با فالانج ها، این گروه های مسیحی فالانج، اونا دائما درگیری داشته، با گروه های چپ فلسطینی که مخالف بودن، یه کسی با اندیشه های اسلامی اونجا بیاد
دائما حتی درگیری های مسلحانه داشتن، میخواستن از بین ببرن، چندین بار میخواستن بکشن چمرانو. با اسرائیل هم همینطور، تو مرز بوده، اون قسمت های جنوب لبنان بوده، یعنی در آتش زندگی میکرده در طول این مدتی که تو لبنان بوده، در سه جبهه در واقع همه اینا میخواستن اون رو نابود بکنن. ولی با همکاری با امام موسی صدر که اون رهبر به اصطلاح شیعیان لبنان بوده، مغز متفکر در واقع امام موسی صدرم دکتر چمران با این نبوغش بوده دیگه، کسی که در این حد توی دنیا از نظر علمی پیشرفت کرده، روی اندیشش، فکرش، برنامه ریزیهاش به هر حال میتونن این نقش مهم رو بیافرینن. و اگر امروز ما میبینیم که در لبنان بیدار شدن، اکثریت جمعیت لبنان شیعه بودن، ولی اینا از نظر قدرت پایین تر از همه بودن. اول اقلیت مسیحی‌ها بودن، وقتی فرانسوی‌ها لبنان رو ترک میکنن قدرت رو به مسیحی‌های اونجا مارونی‌ها میسپرن که رئیس جمهور باید از اونا باشه. گروه دوم به اصطلاح نظر اقلیت اهل تسنن بودن که اونا به اصطلاح نخست وزیر باید بشن. گروه سوم شیعیان بودن که رئیس مجلس، یعنی از نظر تقسیم امکانات و قدرت وارونه بود. ولی در واقع اینی که حالا بیدار شدن امروز و لبنان قدرتی پیدا کردن، اگر برگردیم به تاریخ، نقش اصلی رو این به اصطلاح ارتباط این دو نفر، امام موسی صدر و با نبوغ چمران، این دوتا در جنوب لبنان چند کار انجام دادن. یکی یک سازمان تشکیلات بزرگی رو تأسیس کردن به نام حرکت المحرومین، جنبش محرومین، یعنی یه تشکیلات، یه انسجامی بین این گروه های فقیر عقب افتاده دادن. و بعد یه گروه عمل ساختن، عمل با الف، عمل یعنی آرمان، عقیده، هدف در واقع، و سازمان به اصطلاح نظامی، بازوی نظامی حرکت المحرومین کردن. این که الان قدرت پیدا کرده لبنان، اینا هیچی نبودن. یعنی بنابراین لبنان امروز کسی بخواد بشناسه نمیتونه نقش امام موسی صدر و دکتر چمران رو ندیده بگیره. لبنان امروز هویتش و ظهور و بروزش و بیداریش ناشی از عملکرد این دو سه نفره. جالب بود. با توجه به این همه فعالیتی که این شخص کرده، قاعدتا وقت چندانی نبوده که با خانوادهش، حدس می‌زنم شما اشاره کردین همسر آمریکایی داشته و احتمالاً در آمریکا بوده، نمی‌دونم، ممکنه هم از ایران هم آمده باشن، قاعدتا نبوده. و هرچند که درویشی زندگی می‌کنه به نظر میاد که درآمد اونچنانی هم نداشته، یعنی احتمالاً خرجش و اینها رو من نمی‌دونم به چه صورته و درآمد از کجا می اومده شما موقعی که یه همچین نوع فعالیت هایی رو دارید. بله بله، چمران همینطور که عرض کردم، خب بالاخره تو این محیط امریکا فکر میکنم بله 22 سال خارج از کشور بود بعد که آمد تو ایران. حالا 23 سال، شاید 4 5 سالش لبنان بوده باشه، حداقل 16 17 سالش، 17 18 سالش در امریکا بوده دیگه. طبیعتا خب اونجا بزرگ شده و بعدی هم که درسش رو میخونه یه خانوم مسلمان امریکایی با او ازدواج میکنه، حالا یا بعدا مسلمان میشه یا به هر حال خانومش خانم مسلمان امریکایی بود، بعدم بچه‌هایی از اون داشت. و بعدم که چمران به هر حال همه این امکانات و راحت و رفاه ترک میکنه به جنوب لبنان میاد، خانومش هم تا 3 سال باهاش اومده بود، خانومم آمده بودن جنوب لبنان، منطقه در واقع جبل عامل، اتفاقا اونجا مدرسه نبود، بچه‌هاش هم آورده بود اونجا. خب اتفاقا من بعد یک کتابی هست، نامه های دکتر چمران، نامه نگاری هایی که با قطب‌زاده کرده، با دکتر یزدی کرده، با صادق طباطبایی کرده، مجموعه این نامه نگاری هاش اونچه که مونده هست. من این نامه ها رو خیلی هاشو خوندم، خیلی اصلا عجیبه که بعضی دوستانش بهش میگفتن آخر تو مثلا زن و بچت هم اونجا بود، اونجا که مدرسه نیست. میگفت خب اینا مثل هزاران نفر که اینجان، مگه خونه بچهای من رنگین تره؟ من تو خونه حالا به اینا درس میدم، آموزش میدم. خانومش هم تا 3 سال تحمل کرد این سختی، اونجا نه آبی بود، نه نونی بود، نه راحتی، نه رفاهی، خونه ساز بود، هیچی وجود نداشت. باید همینجوری مثل بقیه تو چادر تو بیغوله ها مثلا زندگی میکردن. یعنی یه نوع ایثار که حالا چرا من باید تو امریکا باشم غرق اون راحت و رفاه، اینطور مثلا
هم دین و هم مذهب من یا انسان‌هایی در این محرومیت باشن. مثل خیلی ها که الان میرن افریقا این ور اون ور تو همونه میمونن. خب چمران هم این شرایط رو داشت و یکی دو سال هم بچه‌هاش عقب میمونن از اون تحصیلات، ولی بالاخره خانومش دیگه تحمل نمی‌کنه. اتفاقا نامه های از دکتر یزدی بهش پیشنهاد میکنه که تو لااقل مثل همسر فرزند توی مثلا بیروت باشن، اونجا باشن. ولی چمران مثلا این چیزم نداشت که یک مثلا زندگی مثلا مرفهی رو بر بگذینه. برای خانوم برمیگرده امریکا، ولی چون چمران هم نبود پسرش هم غرق میشه تو دریا. این از مثلا چیزای دردناک زندگی چمران بود که خبرش رو تو همون لبنان شنیده بود. این حالا خیلی با فصل نامه ها و یعنی آدمی اینطور صدمه از درون خانواده خودش هم خورده، این مشکلات رو از اون نظر داشته. حالا گفتین درآمد و اینا، بالاخره این با همون فقیر فقرهای جنوب لبنان زندگی میکرده. اتفاقا یه نامه ای دیدم که قطب‌زاده نوشته بود این نامه رو، اون اول بود که تو لبنان آمده، میگه من اومدم اینجا و الان یکی دو هفته است میخوام برم آقای امام موسی صدر رو ببینم و اونام که قبلا نمیشناختن این صدر. و اینا میگن ما اونجا امکانات نداریم، ماشین نداریم و فلان. من که این چیزها رو نمیخوام، من خاکی هستم. یعنی نشون میده که این اصرار داشته که تازه بره اونجا بتونه یه نقشی ایفا بکنه. اینا فکر میکنن که من دنبال آداب و تشریفاتم از امریکا اومدم. یعنی این افتادگیش، فروتنیش و ساده زیستیش خیلی جالبه. به هر حال خیلی خوندنیه، به خصوص این زندگی و خاطراتش درس آموزه. بسیار خوب. آقای بازرگان، خب ایشون اگه شاید ماموریتش تو لبنان تموم شده بوده، اون کاری که میخواسته انجام داده، ولی اگر جز این بوده احتمالاً زمان به اصطلاح حوالی انقلاب اینها بوده یا قبلش بوده که ایشون از لبنان میاد به ایران ترک میکنه. و میخوام ببینیم این چطور، یعنی واقعا دلیلش چی بوده که برمیگرده ایران و موقعی که میاد مشغول در جریانات انقلاب. ببینیم، خب میدونیم پست های مختلفی رو گرفت، چه در دولت چه در جبهه ها مشغولیت پیدا کرد. اشاره ای به این مراحل هم بکنیم. بله، عرض کنم. خب چمران که تو ایران درس خونده بود و بزرگ شده بود و به هر حال چون امکان فعالیت نبود و اینا رو میگرفتن، زندان میکردن، میکشتن، به هر حال میره تو خارج از کشور، چه برای ادامه تحصیلش چه برای مبارزه. 23 سال خارج از کشور بود. خب حالا تو ایران انقلاب شده، رژیم عوض شده. خب یه ایرانی که سالها از وطنش دور بوده، قاعدتا اگر حب به وطن داشته باشه که نمیگه که من حالا تو امریکا هم خونه زندگی و نمیدونم یا کجام فلان. مثلا خب مثل همه ایرانی ها، بسیار از کسانی رو میشناسم که حتی سالهای مثلا آخر دانشگاه بوده ول کردن که ما که نمیخوایم مدرک بگیریم. خیلی ها بلند شدن آمدن که الان جامعه ما به ما نیاز داره. سالهای 57-58 خب یه حال هوای دیگه بود. الان نسل امروز نمیتونن شاید لمس بکنن که در اون روزگار ملت چه امیدهایی چه آرزوهایی داشتن که به باد رفت همه اینا، چطور یه نسل سوخته ای به اصطلاح شد، ولی خیلی همه آرمانی بودن. خب دکتر چمران هم آمد توی ایران، طبیعتا این تجربیاتش بسیار با ارزش بود. حالا ممکنه کسی بگه چرا تو لبنان نموند. خب بالاخره میبینه در یه مقیاس گسترده تر ایران میتونه به لبنان هم کمک بکنه، میتونه به خیلی جای دنیا الگو بده. بنابراین میاد تو ایران و خب اول معاونت نخست وزیر در امور انقلاب و در زمان دولت موقت به عهده میگیره و سعی میکنه اون تجربیاتی که در مصر داشته در کارهای چریکی و تو لبنان مثلا در جنگ با اسرائیل و با فالانج ها و این گروه ها چپ داشته، اینا رو در خدمت مردم ایران بذاره. شروع میکنه در مثلا سعدآباد که موقع خب مردم گرفته بودن، در اونجاها شروع میکنه پایگذاری سپاه پاسداران رو. در واقع حالا ممکنه ما اگه قضاوت بکنیم بگیم خب پس پایگذار سپاه پاسداران او بوده، در حالی که خب اونا که به این فکر نبودن که یه گروهی بیاد تمام اقتصاد و سیاست و همه چی رو در کنترل خودش بگیره.
به حال یه جامعه بوده که انقلاب کرده، از هم پاشیده شده. تا دیروز که خب درگیری داشتن با نیروهای پلیس یا مثلا ارتش، خب میخواد رو پای خودش باشه، باید همین مردمی که توی خیابون این ور اونور اومدن آموزش داده بشه که دفاع کنن از اون انقلاب. اینا قضاوتش خیلی مشکله. الان وقتی ما نگاه میکنیم در واقع مردم یه دید دیگه ای به انقلاب و دستاورداش پیدا کردن، ولی خودمون وقتی 30 34 سال ببریم عقب، حالا یه مردمی غلط یا درست به هر دلیلی وقتی یه تحول سیاسی ایجاد کردن میخوان اون حفظ بکنن، کسی رو ندارن، اصلا هیچ آدم دور دیده مسلحی انقلاب نداشت. حتی ساختمان نخست وزیری رو همون بچه های خیابون پاستور اداره میکردن، هیچ که نمیشناخت اینا کیان. یعنی هر جا مردم همون کوچه و محله اداره کننده بودن، ساختمان های دولتی رو گرفته بودن، هیچ کسی آموزش ندیده بود. بنابراین چمران میخواد اون تجربیاتش رو به صورت سیستماتیک در اختیار این گروهی که انقلاب کرده بذارن، با مهندس توسلی و آقای مهندس سازگارا اینا شروع میکنن به سه حلقه های اولیه رو. عمدتاً هم گروه های اول هم همین بچه های تحصیل کرده ای امریکا و اروپا بودن، همه با یه اندیشه های خیلی خیلی مثبت که زمین تا آسمون با اون چه که امروز یه عده همه ثروت و همه امکانات رو در اختیار خودشون گرفتن، چپاول میکنن و جز به اصطلاح سلطه گری چیزی ندارن، اصلا یه حال و هوای دیگه ای بود دیگه. به هر حال این نقش رو ایفا میکنه، بعد وزیر دفاع میشه و بعدم خب ناآرامی هم همه جای کشور بوده دیگه. حالا چه در جنوب مرتب لوله های نفت رو منفجر میکردن خوزستان، یا در ترکمن صحرا، یا گروه های چپ که به هر حال از انقلاب اینا رو کنار زده بودن، خب اونا هم بالاخره سهمی داشتن در انقلاب. همینطور که خب بالاخره روحانیت وقتی که همه جا رو گرفت همه رو پس زد دیگه، ملی ها رو نمیدونم تمام گروه های مختلف از جمله گروه های چپ، و اونا هم خب به هر حال تلاش هایی داشتن که به هم بریزن شرایط رو. در کردستان به خصوص تو پاوه هم خب محاصره کردن اون به اصطلاح پادگانی که اونجا بود، زیادشون قتل عام شدن، یه 7-8-10 نفر مونده بودن. تمام تپه‌ها، تمام شهر در محاصره کموله و گروه های دیگه بودن. خب چمران خودشو میرسون اونجا، 3-4 روز هم در محاصره اونها بود، خیلی هاشون کشته میشن. به هر حال میتونه اونجا رو بالاخره نجات بده تا نیروهای کمکی میرسن و بالاخره پاوه از اون تسلط گروه های به اصطلاح که حالا به اون معنا ضد انقلاب بودن نجات پیدا میکنه. حالا عرض کردم وقتی آدم یه داوری میکنه مسائل فرق میکنه، ولی تو اون فضای اول انقلاب طبیعتا دفاع از اون چه که اتفاق افتاده، حفظش در برابر این تجزیه طلبی ها و پراکنده شدن ها یه کار بسیار مثبتی بود. در حال این نقش رو داشت. جنگ هم که پیش میاد، جنگ ایران و عراق، نقشی که خب به هر حال دکتر چمران داشت، ایشون تجربیاتش رو که در مصر و در لبنان داشت، این رو سازمان جنگ‌های چریکی رو تأسیس میکنه. عنوانش جنگ‌های نامنظم بود. در اهواز میره و تمام اوقاتش رو دیگه در اونجا میگذرونه. تقریبا میشه گفت عامل اصلی نجات اهواز دکتر چمران بود. این رود کارون رو یک کانالی، یعنی کار مهندسی میکنه، در طول 20 کیلومتر به عرض 1 متر میکنه، آب کارون رو در اونجا رها میکنه و کانالا رو باز میکنه. اون دشت اطراف اهواز رو آب میگیره، تانکای عراقی همه در گل میمونن. من مدتی خودم اونجا بودم، چه ردیف تانکای عراقی رو میدیدم مونده، نتونستن و پیاده شدن و رفتن، تانکاشون سالم اونجا مونده. یعنی همین کارم متاسفانه در خرمشهر گوش نکردن به این طرحهای مهندسیش، خرمشهر از دست رفت و خرمشهر مدت‌ها در کنترل عراق بود، ولی با همین ابتکارهای فوق‌العاده مهندسیش تونست که حفظ بکنه. البته رژیم اون موقع خیلی باش همراهی نداشت، اسلحه نمی‌دادن، نظام به اصطلاح روحانیتی که پشت قضیه بود، شورای انقلاب، حالا خیلی تجلیل میکنن، ولی اون رو کاملا در تنگنا و محدودیت گذاشته بودن. بالاخره هم در دهلابیه و سوسنگرد، اینم یادم رفت، سوسنگرد هم در واقع گروه چمران بود نجات میدن. سوسنگرد 3 روز بود که در محاصره تانک های عراقی بود، تعداد زیادی از تانک ها وارد شهر بودن. خلاصه دکتر چمران با این گروه جان خودشو به خطر میندازه، حلقه تانک ها رو در واقع
میشکافن، جلو میرن و خودش هم 3-4 تا تیر به پاش میخوره، به در واقع قوزک پاش هم میخوره و مدتی در واقع این قبل از اون شهادتشه. در این نجات سوسنگردم من در اون موقع در همون بودم در اونجا در کنارش، میدیدم نقش اصلی فداکاریشو، یعنی ما در اون موقع مدیون این قدرت فرماندهی و ابتکارای رزمی دکتر چمران در نجات از به اصطلاح این حملات عراقی بودیم. ما که چیزی نداشتیم، اونا از نظر توپ و تانک و نمیدونم نفرات ارتشی، خب یه انقلابی که ارتشش اصلا پاشیده شده که نمیتونه مقاومت کنه. نقش او و روحیه‌ای که به خصوص به دیگران میداد بسیار کارساز بود. حالا برهاد خاطرات و چیز زیادی تو این زمینه. حالا در انتهای چند دقیقه که وقت داریم، شاید بد نباشه اشاره به اصطلاح ویژگی‌های خیلی مشخص و شاخص ایشون که کمتر در افراد دیگه دیده میشه، و اینکه آیا خود شما شخصا خاطره‌ای دارید و یا مرحوم پدر منز بازرگان شما چیزی شنیده باشید که خاطری از ایشون تعریف کرده باشند برای شما. بله، خود چمران، خب یه چیزی تو قرآن راجع به حضرت ابراهیمه، میگه آتیناه و رشده من قبل، به ابراهیم قرآن میگه خدا یه رشدی بین دادی، آیکیوش بالا بود به اصطلاح، ظرفیت ذهنیش یعنی هوشمند بود، تیز بود. خب در مورد چمران هم اینه میشه گفت که یه آدم این بود که زیرک بود، باهوش بود تو همه رشته ها، کسی که تمام دوره تحصیل شاید اول شده اونم با یه سر و گردن بالاتر از بقیه، نشون میده چه استعدادی داشته تو هر زمینه ای وقتی وارد شده خلاقیت آفریده. شما نمیدونم تابلوهای نقاشیش رو دیدین، کسی اصلا باور نمیکنه که چمرانی که یک سردار جنگی بوده طراحیاش اصلا حیرت آوره، مثل یادمیست که اصلا رشته نقاشی خونده، به خصوص روی اسب، این حرکت بدن اسب هم به صلاح رنگ و روغن و هم سیاه قلم مثلا، یا قلمش، ادبیاتش، خب یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده از این جهت. و چیزی که بسیار جلوه پیدا میکرد این روحیه انسانیش. آدم باور نمیکنه یه کسی که اهل جبهه و جنگه انقدر لطیف باشه، انقدر اولا با هر کسی صحبت میکرد در تمام طول مدت با دو تا دستش دست او رو میگرفت. یعنی خیلی فرق میکنه دو نفر با هم با یه فاصله صحبت میکنن یا دست آدم در طول مدت اون دست محبت رو گرفته باشه. وقتی میرسید در واقع حتما حاک میکرد، در آغوش میگرفت، نه آدمایی که خیلی باهاشون خوب هست. فوق‌العاده متواضع و فروتن. من چندین بار در نخست وزیری هم دولت موقت دیدم که بعضی از این مدیران ساواک آمده بودن اونجا، مدیران اداره کل هفتم مثلا هشتم، دیدی ساواک 11 تا اداره کل داشت دیگه، اداره فقط سومش اداره امنیت داخلیش تو این زد و خوردا و دستگیری ها و اعداما بودن. البته تعداد اعضاش هم خب بیش از بقیه بود، 500 نفر عضو داشت، ولی اداره هفتم مثلا تحلیل مسائل سیاسی و اقتصادی اروپا و اداره هشتم اداره ضد جاسوسی بود، کنترل میکردن ایران و در برابر مثلا افسرهای اطلاعاتی شوروی، سفارت شوروی و غیره، اصلا کاری به سرکوب داخلی نداشتن. اداره مثلا اول ششم پرسنلی، اداره مالی، اداره نهم مثلا بهداری، اداره چهارم مثلا ساختمان موتور، یعنی تشکیلات ساواک اینطور نبود که مردم فکر کنه هر کسی ساواکی است، ولی خب رده های مختلف فرق داشت، بخش زیادشون بایگان بودن، باغبون بودن. رؤسای اداره هفتم هشتم اصلا کاری نداشت، اونم میگفت که خب الان همه افسرهای اطلاعات شوروی همه جا دارن تماس میگیرن، کسی نیست اینا رو مراقبت کنه. و اینا که میامدن اتاقش هم دیدن میرن بیرون تا دم در مشایعت میکرد. حالا اون موقع دید مردم بود که این ساواکی جواب سلامش هم نباید داد، ولی دکتر چمران نه تنها اتاق خود، وقتی میامد بلند میشد تمام قد دست میداد، بعدم که میرفتن از اتاق خودش که هیچی، اتاق منشی هم اینطور تا دم به کوریدور به صلاح نخست وزیری، یعنی نشون میداد که این چه روحیه، اصلا کینه با اینا نداره. حتی یه چیزی که شاید کسانی ندونن، دکتر چمران یک اداره تأسیس کرد، ساختمانی رو، ساختمان قدیمی رو گرفت اونجا رو تأسیس کرد برای پرداخت حقوق به خانواده های ساواکی، و همه مردم هم خیلی عجیب بود براشون،
میگفت اینا چه گناهی کردن؟ اولا تعداد قلیلیشون تو این چیز سرکوب داخلی بودن که خب دادگاه بعدشون رسیدگی بکنه، بقیه به فرضی هم گناه کرده باشن، زن و بچهشون چه گناهی کردن؟ این زنه باید بره خودفروشی کنه، اون بچه پول مدرسه ندارن چه گناهی کرده؟ مثال میزد، من یادم میگفت که مگه تو قرآن دو تا زن پیامبران رو محکوم کرده، زن نوح و زن لوط، و زن فرعون رو چه تجلیلی ازش کرده. میگفت اینا که خب بی دلیل نیست، وقتی زن فرعون شده قهرمان تو قرآن، یعنی یک کسی میتونه فرعون روزگار باشه، زنش قهرمانه، بهترین زن میشه، میتونه شوهرش پیامبر باشه، میتونه بدترین زن دنیا باشه، یا یک کسی نه شوهر نه پدر، هیچ مردی تو زندگیش نباشه مثل مریم. میگفت این ارزش‌ها رو قرآن به ما داده، به چه دلیل اینا باید محرومیت بکشن؟ بودجه‌ای بر اونها گذاشت در طول اون مدت، اینا میآمدن خانواده ها 1500 تومن، الان به پول اون موقع، به تعداد نفراتی که داشتن، خیلی هم تظاهرات میکردن که دولت موقت داره پول میده به این ساواکی‌ها، اینا اینجوری شده. میگفت بله حقشونه، چرا باید بر اینا سخت گرفت؟ چه گناهی؟ یعنی همچین روحیه‌ای داشت. تمام چیزایی هم که اونجا تو ساواک پیدا شده بود، مال خانواده بود، ترتیب داد که به اینا پرداخت بشه. اگه ماشیناشون اونجا پارک کرده بود، اگه پولاشون رو تو گاوصندوق اونجا گذاشته بودن، چون خیلی فکر کردن ساواک امنه و چیزاشون اونجا میذاشتن، طبق برنامه همینا رو سعی میکرد که برگردونه به خود اینا. یعنی اصلا کینه با اینها نداشت. این خودش خیلی عجیبه، کسی که سالها توی جنگای لبنان بوده، یک سردار نظامیه انقدر علیوار وجودش سرشار از مهر و محبت و عاطفه باشه. من اولین بار که خودم رفتم جبهه توی جنگ های نامنظم، ستاد توی اهواز بود، اول رفتم که مثلا کدوم قسمت بریم، به من گفت که آره این سوسنگرد که محاصره شده با تانک های عراقی، روستاهای اطراف چیزی ندارن، نه نفت اونجا دارن، نه صابون دارن، چیزای نان نیست. تو با یه کسی دیگه گفت که دو تا کامیون بود، بردارین این آذوقایی که از تهران شهرستان فرستادن، حالا اونجا در محاصره تانکای عراقی بود. این من برام خیلی عجیب بود که ما حالا اونجا رفتیم تو اون فضایی که مثلا اون موقع نظر روحی روانی بود، دلش خواست بره مثلا بجنگه، ولی اون به فکر روستایی‌های اطراف سوسنگرد بود که اونا الان محرومن، الان زمستون هوا سرد، اونا نیاز دارن. بنابراین یه توجهاتی به ابعاد خیلی ریز عاطفی انسانی داشت که متاسفانه جامعه ما امروز از اون بود خیلی محرومه و اون اخلاقیات و انسانیت و اون محبت‌ها رو در واقع کمتر. خیلی متشکرم آقای بازرگان، اجازه بدید که درس‌هایی رو که از زندگی ایشون میشه گرفت و برای نسل جوان میتونه کمک باشه، در پایان جلسه بعدی که صحبتی از آقای مرحوم دکتر شریعتی خواهیم داشت، یه قسمت انتهایی رو میذاریم که چه درسهایی از زندگی این دو شخص برای نسل جوان مهم هست، که وقتمون الان تموم شده و بتونیم بیشتر وقت بذاریم برای این موضوع. خیلی متشکر از نظرات شما و تشکر میکنیم از همه بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه کردن. منتظر باشید که قسمت دوم این برنامه را در ارتباط با شرح زندگی دکتر علی شریعتی خدمتون عرضه کنیم. خیلی ممنون، متشکر از شما و بینندگان عزیز و ارجمند. خدا نگهدار شما.